با سلام و احوال پرسی برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز را آغاز می کنم. تلفن استودیو 201-747-900-2400 است. بفرمایید. بله. سلام استاد. بله سلام، خواهش می کنم. بفرمایید. یگانه هستم 11 ساله. بله بله خانم یگانه، خوبین؟ متشکرم. شما خوب هستین؟ منم خوبم. بله بفرمایید. استاد من پیغامی آماده کردم، میشه براتون بخونم؟ بله بله بفرمایید. با اجازه شما. تبدیل ما با تسلیم و فضاگشایی در اطراف هر چیزی که ذهن ما نشان میدهد صورت میگیرد. فضاگشایی امری ذهنی نیست و توسط زندگی صورت میگیرد. کافیست ما خودمان، حرفهایمان و اتفاقات پیرامون خود را جدی نگیریم و به اتفاقات به چشم بازی و رقص نور نگاه کنیم. یا در آخر زمان کد طرف سازی، باطن او جد جد، ظاهر او بازی. جمله اشراق را یار بدین این کش، تا نکند هان و هان جهل تو تنازی. ابیاتی در رابطه با تسلیم. لیک مقصود ازل تسلیم توست، ای مسلمان بایدت تسلیم جوست. خیش تسلیم کن بر دام موز، وانگه از خود بیز خود چیزی بدوز. نیست کسی از توکل خوبتر، چیست از تسلیم خود محبوبتر. کنون پندار مردم آشتی کن، که در تسلیم ما چون مردگانی. قفل زفت است و گشاینده خدا، دست در تسلیم زن اندر رضا. خرقه تسلیم اندر گردنم، بر من آسان گرد سیلی خردنم. جز که تسلیم و رضا کو چاره ای، در کف شیر نره خونخاره ای. جز توکل جز که تسلیم تمام، در غم و راحت همه مکر است و دام. جز خضوع و بندگی و استرار، اندر این حضرت ندارد اعتبار. تو به وندان چشم خود تسلیم کن، خیش را بینی در آن شهر کهن. شهر تسلیم است نه کار دراز، سوب نبود در زلالت ترتاز. باز فرمود او کندر هر قضا، هر مسلمان را رضا باشد رضا. هزار ابر عنایت بر آسمان رضاست، اگر ببارم از آن بر سرت بارم. بیاموز از پیمبر کیمیایی، که هرچت حق دهد میده رضایی. همان لحظه در جنت گشاید، چطور راضی شوی در ابتلایی. براب حیات راه یابی، گر سر موافقت بدانی. استاد تمام شد. عالی عالی عالی، ممنونم. ماشاءالله. خیلی خوب. متشکرم استاد. با شما خداحافظی بکنم. کسی دیگه میخواست صحبت کنه؟ استاد میشه مادرم صحبت کنه؟ بله بله البته که میشه. خدا نگهدار. خداحافظ. سلام و احترام آقای شهبازی عزیز. سلام، خوبی شما؟ سپاسگزار شما. ممنون. خیلی ممنون این ابیات عالی رو، بیدار کننده رو به دخترتون یاد دادیم. واقعا ممنون از شما. واقعا ممنون از شما مادر. بابا ما کاری نمی کنیم. ممنون از شما. شما خیلی دوستتون دارین. لطف دارین. در واقع محصولی که من خودم و یارانم این عاشقان میخوایم بچینیم، همین رویش تخم گل در فرزندان شماست، مثل یگانه. و شما زحمت‌های شما محصول رو به ما میدین. اگه شما زحمت نکشین، واقعا توجه نکنین، زحمات ما هدر میره.
این کار ما برای پول در آوردن یا یه مقام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی یا هیچ هدفی نیست که شما با چشمتون ببینید. ولی اون تخم گلی که الان کاشته شده در دل فرزند شما، ما دنبال اون هستیم که داره رشد میکنه. نه تنها شما، شاید صدها کودک همینطور مثل گل شکوفا میشن. اینا دیگه درخت خار نخواهند شد. راه پیشرفت هم همینه. شما زحمت میکشید. شما توجه میکنید. از شما باید قدردانی کرد. ما که کاری نمیکنیم. شعرها رو صفحه مینویسیم. شما میبینید. ولی شما میگیرین اینا رو به کار میبندین. هم خودتون، تا خودتون به کار نبندین فرزندتون یاد نمیگیره. توجه نمیکنه. بله استاد جان، واقعا ما ممنون شما. من اصلا از یه تاریکی نجات پیدا کردم. آفرین. شما دنیایی رو به من نشون دادید که من تا ابد همیشه میگم مدیونتونم، مدیون این راه مولانا، مدیون خدا هستم. شما نفرمایید، شما کاری رو در حق ما کردید که هیچ کسی تا به امروز منو اینجوری شناسایی نکرده بود که اصلا من برای چی اومدم. آفرین. منو خداییت شناسایی نکرده بود. من اومدم برای شادی، برای عشق. شما چشمی رو به هم دادید که اونو ندیده بودم. و بله. بچه ها اینو تو خونه حس میکنن. آفرین. و یه خبر خوبه دیگه که دختر بزرگترم ماهده، میرم بیرون از خونه، میام میبینم تلویزیون روشنه، شما رو داره گوش میده. آفرین. و این واقعا برای من خیلی خوشحال کننده. آفرین. آفرین. ما باید همینطور باشیم، مخصوصا شما پدر مادرها. اون بیتو بخونید: بیند اندر ذره خورشید بقا، بیند اندر قطره کل بحر را. کل بحر را. شما در فرزندتون که یه ذره هست خورشید بقا را دیدید، خورشید جاودانه را دیدید، در قطره همه دریا را دیدید، همه خدا را دیدید، و در نتیجه همه خدا در اون زنده میشه. هر جور ببینیم اونطوری رشد میکنه. بله. ناظر جنس منظور رو تعیین میکنه. شما مادر اگر بچه تونو دریا میبینید، دریا میشه. اگر یه چیز محدودی میبینید، خسیس میبینید، خسیس میشه. بله. واقعا همین. بله. من ازتون خیلی ممنونم استاد جان. یعنی این اشعار طوری دستم میگیرن. من خیلی مونده حالا جا بذارم جای پای دوستان که اصلا بی نظیر هستم. ولی همیشه میگم ازم هم میتونه. تلاشم هم میکنم. آفرین. با همه وجودم. میگم با سلیمان پای در دریا بنه. آفرین. تا چو داوود آب سازد صد ذره، آن سلیمان پیش جمله حاضر است. لیک غیرت چشم بند و ساحر است. تازه جهل و خوابناکی و فزود، او به پیش ما و ما از وی ملول. استاد جان واقعا ممنونم. من پیش بینا میگه پیش بینایان خبر گفتن خطا، کان دلیل غفلت و نقصان ماست. پیش بینا شد خموشی نفع تو، بهر این آمد خطاب انستو. گر بفرماید بگو برگوی خش، لیک اندک گو دراز اندر مکش. یک دسته کلید است به زیر بغل عشق، از بحر گشاییدن ابواب رسید. آشنایی گیر شبها تا به روز، با چنین استارهای دیو سوز. هر یکی در دفع دیو بدگمان، هست نفس انداز قلعه آسمان. ذکر آرد فکر را در احتزاز، ذکر را خورشید این افسرده ساز. از خود جذبه است دیگه خواجه تاش، کار کن موقوف آن جذبه مباش. زان که ترک کار چون نازی بود، ناز کی در خورد جانبازی بود. و اصول من یه درسی که شما رو از کی گوش میدم، ولی اصلا نمیشینید گوشام که شما میگید اشعار رو بخون حفظ کن. نمیدونم چرا نمیشیدم. الان میگم خود من چرا نمیشیدم که کر بودم. واقعا همیشه میگم کر بودم. گوش داری تو به گوش خود شنو، گوش گولان را چرا باشی گرا. و خدا رو شکر بالاخره شنیدم و این اشعار لطیف شدن رو به من آموخ که برای اتفاقات و کمابیش شدن و اونها خودم رو غمگین نکنم و
بلکه به خودم توکل کنم و بدونم اتفاقات برای خوشبخت کردن و بدبخت کردن من نیست، بلکه برای بیداریه. و همیشه دوست دارم یه اتفاقی که میفته درسشو بگیرم. و این اشعار مثل یه مادر مهربون، مثل یه سایه پدر دلسوز دستم رو تو هر میگیره آفرین. و چقدر خوشبختم نیستم. آفرین. استاد من یه مسئله پیش اومد، دم آب پایین بودم، یه آن من ذهنیم گولم زد، من ذهنیم رو دیدم، بعد باورم نمیشد تو گوشم این اشعار میخون فسما و رزق کم نشنیده ای اندرین پستی چه بر ترسیده ای ترس و نامیدی دان آواز خود میکشد گوشتو تا قعر سفول هر ندایی که تو را بالا کشید آن ندا میدان که از بالا رسید هر ندایی که تو را حرص آورد بانک گرگی دان که اون مردم دارد. و باورم نمیشد این شعرها میان و دستمو میگیر هر شرایط هستم و این از ته دل میگم دیگه به هیچ کس دنیا بیرون نیاز ندارم. آفرین. اولو منتظر تایید بودم همسرم به من بگه تو خوبی، دست بغضت خوبه، الان میخوام هیچ که ازم تعریف نکنم. آفرین. نه به هم بگن مهربونه، نه بگم قضا خوبه، نه هیچی به هم نگن، چون همه اینا قول راه باستم. بله بله. و اینا هیچی دستگیری زمن نمیشه. خنکن کس که چما شد، همگی لطف و رضا شد، ز جفا و رست و ز قصه همه شادی و وفا شد، طرب چون طربون شد، خرد از باده زبون شد، گروه عشق و جنون شد، گوهر بحر و صفا شد. استاد من فکر کنم وقت ما تمام شده، من دیگه صحبت نکنم. بله. این چند بیت هم بخونید که میگین که من ذهنی تهدیدتون کرده و نذاشته شعرها رو بخونید. اون چند بیت هست میگه تو چو عزم دین کنی با اشتهاد. بله بخونم. بله بخونید. آفرین. از اولش بخونم. بله از اولش برگردون رسید، هین ببر که جان ز جان کندن رهید، ما بدانستیم ما این تن نیم، از ورای تن به یزدان میزهیم. تو چو عزم دین کنی با اشتهاد، دید بانکت برزند اندر نهاد، که مرو زان سو بیندیش ای قوی، که اسیر رنج و درویشی شوی، بینوا گردی ز یاران وابری، خار گردی و پشیمانی خوری، تو ز بیم بانگ آن دیو لعین، با گریزی در زلالت از یقین. آفرین. عوضت خان باید که احس، هیز نفاسات افغان و از اغد، میدون اندر گره آن ساهرات، الغیاس از ملغا، الغیاس از ملغا، از برد ما، لیک برخان از زبان فعل نیست، که زبان قول سست است ای عزیز. آفرین. محول میشم با شما. بله میدونم. الغیاث المستغاث. المستغاث از برد و مات. آره. بله. واقعا ازتون ممنون. فعلا تو این مسیرم لذت میبرم. خیلی ممنون. اندک. بله. همیشه میگم اندک آب در آتش بزن، تا شود نار تو ای بلحزن. نار تو نور. ای بلحزن، تا شود نار تو ای بلحزن. نار تو نور ای بلحزن. نار تو ای بلحزن. تا شود نار تو نور. بله. نار تو نور. یعنی دردها تبدیل به روشنایی بشه. بله. ای غمناک. بله. نه من فقط میترسم یه دی بنویسم بعدن، برای همین بعضی موقع اصلاح میکنم. ببخشید بین حرفتون اومد. نه خواهش میکنم. بفرمایید. تو بزن یا ربنا آب طهور، تا شود این نار عالم جمله نور. آفرین. بله کاملا. آره من امیدم به خدا میگم، چون نشینی بر سر کوی کسی، عاقبت بینی تو هم روی کسی، چون ز چاهی میکنی هر روز خاک، عاقبت اندر رسی در آب پاک. توکل اون به خدا. آفرین. با تون خداحافظی کنم. آفرین به شما.
ممنون از شما. خیلی خوب بود. یه دنیا تشکر از تمام دوستان گنج حضوری، از تمام کسایی که شما رو یاری میکنن، از تک تکشون دارم درس میگیرم و دستان تمام شما رو میبوسم. لطف داریم، ممنونم، خداحافظی میکنم با تون. خدا نگهدار شما. خدا عرض کردم ساعت اول برنامه، این برنامه 3 ساعت، ساعت اول برنامه برای کسانی نیست که هر هفته میاند، برای کسایی است که مدتی نیامدند. به هر حال این قسمت از برنامه اختصاص داشت به کسایی که تا حالا زنگ نزدن. الان عرض کردم که همه زنگ بزنن، نه اون کسایی که هر هفته زنگ میزنن. بله بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. جناب شهبازی ببخشید اجازه من صدای تلویزیون رو کم کنم. بله بله بفرمایید. جناب شهبازی. خوب بله بله ممنونم. اعظم هستم از مراقه. خانم اعظم خوب، این حال شما خوبه؟ زنده باشین، سلامت باشین. بله. جناب شهبازی عزیز، من بار دومه با شما صحبت میکنم. خطاب میکنم میگم آقا جون من هستیم. لطف داری شما. زنده باشیم. جناب شهبازی، من به یک موردی که خیلی برخورد میکنم، به سکوت و اشاره که جناب مولانا این همه ما رو به سکوت دعوت میکنن و خودم در سایه این سکوت واقعا به خیلی خیلی نکات، خیلی اشارات، نمیدونم وقتی سکوت میکنم در مواردی که برام پیش میاد، بعد خیلی معجزه آسا برام جوابهایی میاد، راههایی باز میشه که واقعا پی بردم به مطلب سکوت. بله بله کاملا درست حرفتون. سکوت شبیه ترین حالت ما به جنس اصلی ما یعنی خداوند. و در یعنی باور کنین جناب شهبازی، بعضی وقتا میگم کر باشم، کور باشم، لال باشم، واقعا دوست دارم در مورد زندگی، انسانهایی که باهاشون برخورد میکنم، مواردی که در زندگی پیش میاد، نظارگر بودن، حالت لذتی که در نظارگر بودن میبینم رو واقعا دوست دارم فریاد بزنم، داد بزنم، به همه بگم سکوت لذتی داره، برای شما معجزاتی پیش میاد که نمیدونم چجوری باید وصفش کنم، بگم که باور کنن که کافی فقط سکوت کنین در مورد حرفی که برامون گفته میشه، حادثه‌ای که برامون پیش میاد، چیزایی که تو زندگی ناگفته یهو برامون پیش میاد، کافی فقط سکوت کنین، نظارگر باشین، ناظر باشین. بله بله. همونش که شما میگین ناظر جنس منظور، درست گفتم؟ تعیین میکنه. بله 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 بله. من زیاد وقتتون رو نگیرم، ولی یک شعری هست که واقعا با جان و دلم میخوام اینو بخونم. بفرمایید. من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو. بله. سخن رنج مگو، سخن گنج مگو، ور از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو. دوش دیوانه شدم، عشق مرا دید و بگفت، آمدم نعره مزن جامه مدر هیچ مگو. گفتم ای عشق من از چیز دگر می ترسم، گفت آن چیز دگر نیست دگر هیچ مگو. من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت، سر به جنبان که بلی جز که به سر هیچ مگو. اینجا میگه حتی به لبتم با دهانتم بلی نگو، فقط با تکون سرت بگو بلی. بله بله. اینجا هم داره به سکوت دعوت میکنه. قمری جان صفتی در ره دل پیدا شد، در ره دل چه لطیفه سفر،
هیچ مگو. گفتم ای دل چه نهستیم، دل اشارات می کرد که نه اندازه توست این، بگذر هیچ مگو. گفتم این روی فرشته است عجب یا بشر است، گفت این بین فرشته است و بشر هیچ مگو. غیر فرشته است و بشر هیچ مگو. گفتم این چیست بگو، زیر و زبر خواهم شد، گفت می باش چنین زیر و زبر هیچ مگو. ای نشسته تو در این خانه پر نقش و خیال، خیز از این خانه برو رخت ببر هیچ مگو. گفتم ای دل پدری کن، نه که این وصف خداست، گفت این هست ولی جان پدر هیچ مگو. جناب شهبازی یک جمله هم بگم؟ بفرمایید. به تمام بیننده ها خواهش میکنم از این برنامه فاصله نگیریم، خواهش میکنم از این برنامه فاصله نگیریم بلا فاصله، تا میخواییم فاصله بگیریم. ببینین راحت بگم، هوپونوپونو بخوای بری، اوشو بخوای بری، نمیدونم کتابای خودشناسی، این مکتب، اون مکتب، عرفان شرق، عرفان غرب، باور کنین هر جا بری بر میگردی همینجا. نمیگم نرین، رفتم، ولی میدونی لذتش کجاست جناب شهبازی؟ وقتی میرم میخونم میبینم باز داره اشاره میکنه به اینا، به سخنان شما، به حرفای اینجا، بیشتر لذت میبرم، میگم آه برگشتم دوباره واسه همین میگم خواهش میکنم از این برنامه فاصله نگیریم. کاش میدونستیم چه اعجازی داره، چه معجزاتی. اصلا نشد من سوالی برام روز پیدا، سوالی که برام پیدا میشه به وجود میاد، تا دکمه این برنامه رو میزنم نمیدونم چه حکمتی داره. باور کنین همون بیت اول برام سوالی که داشتم جوابش داده میشه. نمیدونم چه اعجازی داره این برنامه. توی هر فایلی که میخوام بذارم، تو این اینستا، تو هر جایی که میشه معرفی میکنم، میگم خواهش میکنم به این دانشگاهی که هست، دانشگاه زندگیه، خواهش میکنم بشینیم پای برنامه، فرصت بدید بذاریم بیتا براتون باز بشه. شاید منم 4 سال قبل نمیفهمیدم تزارگوشایی چیه، هم هویت چیه. برام اصلا گوش میکردم بعد میموندم هویت. الان اولین بیتی که میخونیم برام میفته، برام باز میشه، لذت جانم میشه، گوارای جانم میشه، میفهمم. و هرچه بیشتر میفهمم اصلا سکوت میکنم، هر وقتم سکوت میکنم هیچی برام پیش نمیاد، خالی خالی. از این خالی بودن جناب شهبازی لذت میبرم. بله بله، باور کنیم لذت میبرم. آفرین. هیچی برام دیگه مهم نیست. نمیدونم بگم مهم نیست کلمه درستیه یا نه، ولی برام به وجود نمیاد، مهم نیست. روز که پا میشم با توکل، شب میخوابم با توکل، واقعا خالی خالیم. بعضی وقتا به خودم میگم ازم تو دیگه هیچی نمیخوای، واقعا چیزی برات مهم نیست. و از اینی که برام مهم نیست لذت میبرم، واقعا لذت میبرم جناب شهبازی. بله. دو بیت میخونم میشینم، بعد میگم ای با منه، باز دوباره میخونم، باز این که با منه، این داره به من همه چیزو، هر موردی، هر کسی رو میبینم به خودم برمیگرده، واقعا به خودم. بله. وقتی خودم رو میبینم دیگه از کسی اذیت نیستم. آفرین. دیگه سوالی از این جهان ندارم، این جهان هوشمنده. مگه چی میخواد بابا؟ من اشرف مخلوقاتم، من چقدر باید کم باشم، چقدر باید کسر باشم؟ سر چه مسائلی من خودم رو عذاب دادم طی سالها؟ بله. چه چیزهایی رو نفهمیدم، چقدر خودم رو عذاب دادم؟
چربه تو که گفته میشه، هر توی فرزند جان، کار تو عشق است، چرا رفتی تو هر کار گشتی؟ آخ دیگه چی میخواد به من بگه؟ چی باید بگه من بیدار بشم؟ رسم عاشق نیست یک دل بر، رسم ذهنم باید یاری کنه، رسم عاشق نیست با یک دل بر دو دل بر داشتند. درست میگم؟ بله. یاز جانان با چیست دل بر داشتند؟ بله. فقط تکرار هر کاری میکنم ذهن این شعرها تو ذهنم تکرار میشه، لذت میبرم، واقعا لذت میبرم. عالی جناب شهبازی. بله. نمیدونم با چه زبونی باید تشکر کنم ازتون، واقعا نمیدونم با چه زبونی که متوجه بشین که من با هیچ کس کار ندارم، فقط منو ساختی. من از زندانم آزاد شدم. بله. از این آزادیم لذت میبرم. آفره. واقعا لذت میبرم. بله میبینم کاملا، هم من نه تنها من، همه میبینن که شما از گیرودار من ذهنی آزاد شدین. با تون خداحافظی کنم، کسای دیگه هم صحبت کنن. عالی بود. متشکرم. شکر میکنم از وجودتون. به واسطه شکرم. ممنونم. اضافه بشه بر عمر شما، بر برنامه شما، بر برکت شما. ممنونم. شکر. خدا حافظ. خدا نگهدار شما. بفرمایید. هنوز سلام آقای شهبازی، فریده هستم از فلان زنی. بله بله فریده خانم بفرمایید. ولی قرار است که اونایی که همیشه زنگ میزنن الان زنگ نزنن. این ساعت اول عیب نداره. بفرمایید. نه 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 قطع نکنید دیگه، این قطع کنید بد میشه. شما بفرمایید. ببخشید اشتباه کردم، شرمنده. خواهش میکنم. ارتعاش معتمد، خود را بزن تو بر من، این از زنده کردن. بر مرده زن چو عیسی، افسون معتمد را. مولانا در غزل 191 میگوید ببخشید این به نظرم معتمد بخونی شاید بهتر باشه، یعنی اعتماد شده. بله چشم. بر مرده زن چو عیسی، افسون معتمد را. بله بله. مولانا در غزل 191 میگوید خودت را به من بزن، از من یاد بگیر، فضا را در اطراف اتفاق اون چیزی که ذهنت نشان میدهد باز کن، تا زندگی پایش را به مرکزت بگذارد و مرده من ذهنی را که توهمی بیش نیست بسوزاند و محو کند، تا ارتعاش زندگی از طریق تو سخن بگوید. هر چی من ذهنی هم گفت شنیدم و انجام دادم. نمیدانستم که گفتگوی درونی بحث و جدل با خداست. نمیدانستم که با فکرهایی که در ذهن می کنم و سبب پشت سبب می سازم از جنس شیطان و فرزند ابلیس می شدم. حال مولانا می گوید برای اینکه از این خرابیت و خرابکاری نجات پیدا کنی، مدتی بیا و مثل من فکر کن، مدل من فکر کن، ابیات را بخوان و به آن عمل کن. ربنا بگو، یعنی به خودت توجه کن، چشمهایت را ببند، نفسهایت را حس کن. این نفسها نفس خداوند است، نوست که در من و در ما دم و بازدم دارد. نفسهای خداوند با ارتعاش می آید، او را حس می کنی. دلت می خواهد با خواندن غزلها پرواز کنی. مولانا می گوید بدون خواندن این غزلها و این ابیات رفتن این راه امکان پذیر نیست، و یا اگر هست بسیار دشوار است. یک سر مو از غم تو نیست که اندر تن من، آب حیاتی ندهد یا گوهری می نشود. غزل 545. این گوهر همان افسون و ارتعاش معتمد است. ارتعاش است که بدون نطق و زبان هزاران ترجمان از دل باز شده برمی خیزد. به خودم می گویم ای غم تو راحت جان، ای غم تو راحت جان، ای من ذهنی چیست این جمله فغان.
ای من زین این فعان تو از چیز، وقتی که زندگی به گوشم نجوا می کند که غم من راحت جان توست. پس دیگر بانگ و فغان من ذهنی هم چیزی نیست جز بانگ گاو زرین که میگوید به من توجه کن، میگوید به جبر توجه کن، تو اختیاری نداری. اما مولانا میگوید زهی خیال باطل که خداوند دانه خودش را زیر این آب و گل من ذهنی کاشته است. مولانا میگوید میل تو، میل هر انسانی به سوی حشر و زنده شدن است. پس راه را مولانا برایم مشخص کرده، میل من سوی زنده شدن است، میل من با فضاگشایی از خود خود به سوی زنده شدن است. میل تو سوی حشر است، پیشه تو شور شر است، بیره و رای تو شها ره گذری می نشود. غزل 545. چیز حشر؟ از خود خود رفتن جانها به سفر، مرغ تو در بیزه خود بال و پری می نشود. اگر به من ذهنی بگویی این غزل ها را بخوانی پرواز می کنی. می گوید بابا دیوانه شدی، این دیگر چه پیامی؟ من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی از ذهن خود شد یار من، از درون من نجز اسرار من. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. دفتر اول از بیت پنجم. مولانا میگوید ای روشن جبین، از پدر بیاموز و هر لحظه ربنا بگو. در خود حاضر باش، فضا را باز کن، سلام من ذهنی را نگیر و به او سجده نکن. تا ای روشن جبین فضای باز شده و افسون معتمد راه را برایت روشن کند. مولانا به من میگوید نترس از اینکه به اشتباهت اعتراف و اقرار کنی، نترس از اینکه خودت رو در مقابل زندگی مجرم ببینی. اگر نترسی و اعتراف کنی، کارگاه خلاقیت و صنع من میشوی. بیچون و چرا بگو تسلیمم تا فرزند ابلیس نشوی. مسجد از آن دل که جسمش ساجد است، یار بد هر رو به هر جا مسجد است. دفتر چهارم بیت 1383. پس در این لحظه در خود حاضر می ایستم، نفسهایم را حس می کنم و من این ذهنیم را فقط تماشا می کنم. ممنون آقای شهبازی که اجازه دهید صحبت کنم. ببخشید من خیلی زیبا. آفرین. شرمنده. بله خیش مجرم دانو بلد این بیتشو. بله بله. خیش مجرم دان و مجرم گلومت هست تا ندوزد از تو آن استاد درست. آفرین. ولی حالا شیطان چی میگه؟ شیطان میگه آها، رنگ رنگ توست، سباقم توی، اصل جرم و آفت و داغم توی. شیطان میگه که تو من رو رنگ کردی، رنگ رزم تو هستی. آدم میگه من مقصرم برای اینکه چیزها رو گذاشتم در مرکزم، به خودم ستم کردم، درسته؟ برای همین میگه تو به عنوان فرزند آدم، نمیدونم این شعرها رو همه رو بلدین یا نه، پس به حال به هر حال شیطان باز آن ابلیس، اینه بخونید، باز آن ابلیس بحث آغاز کرد. یعنی همین گفتگوی درونی که ما داریم، همین گفتگو بحث ابلیسیه. درسته؟ باز آن ابلیس بحث آغاز کرد. که بودم من سرخ رو کردم. آها بخونید. سرخم توی، اصل جرم و آفت و داغم توی. هین بخوان رب به ما عقلی تنیم، تا نگردی جبی و کشم تنی. بر درخت جب تا کی بر جهی، اختیار خیش را یک سو نهی. همچه آن ابلیس و ذریات او، با خدا در جنگ و اندر گفته بود. آره یه بیت جا انداختین انگار. عیب نداره، حالا بعدم میخونیم. این بخوان ربی به ما اقوی تنی،
نمید رسیتین بخوان رب به ما اغوی تنی تا نگردی جبری و کش کم تنی. بر درخت جبر بر درخت جبر تا کی برجهی اختیار خیش را یک سونهی. آفر اختیار. ما اختیار خودمون رو گذاشتیم کنار. بله اختیار خودمون رو گذاشتیم کنار. گذاشتیم دیو در درون ما بحث بکنه و بحثها و این گفتگوی درون ما درست ضد صنع خداونده. امروز هم که یه خانمی میگفتن سکوت. هر موقع سکوت میکنیم حواسمون روی خودمونه، تمرکز ما روی خودمونه، دست به صنع میزنیم. شعرهای صنع هم که بلدین دیگه. بله ولی اگر گفتگوی درونی داریم، داریم به خداوند میگیم تو بلد نیستی، من الان دارم خودم فکر میکنم، سون از دست میره. بله ننگرم کس را، اینم بخونید شما که بلدین، ننگرم کس را و کس را بگر هم بنگرم آن بهانه باشد و تو منظرم. او بهانه باشد او بهانه باشد و تو منظرم. عاشق سون تو هم در شکر سب، عاشق مصنوع کی باشم چکر. عاشق سون خدا با فر بود، عاشق مصنوع او کافر بود. ما عاشق مصنوع هستیم. هرچی از دل ما میگذره مصنوع ساخته شده اوست. اما انسان باید عاشق صنع او باشه در این لحظه. در این لحظه خداوند در کار جدید، فکر جدید میسازه. شما فکر جدید رو برای وضعیت فعلی باید بسازید. اگر فکر قدیمی را دوباره فکر کنید این همین کار شیطانیه. بله آفرین. عاشق صنع تو هم در شکر و صبر، یعنی وضعیت هرچی باشه من عاشق صنع تو هستم. عاشق مصنوع کی باشم چو جبر. و عاشق صنع خدا با فر بود. فر جلال و شکوه خداوندی از اینجا میاد. عاشق صنع خدا با فر بود، عاشق مصنوع او کافر بود. بله یعنی هر کسی که عاشق مصنوعه، یعنی خدا را پوشونده، من ذهنی حرف میزنه، فرمان انستو رو رعایت نمیکنه، خاموش نیست. بله پس شما خاموش باشید انستو تا زبان تام من شوم در گفتگو. اون شعرم بخونید که ما از جنس گوشیم اون زبان. گفته او را من زبان و چشم تو، من حواس و من رضا و خشم تو. رو که بی اسمع و بی افسر توی، سر توی چه جای صاحب سر توی. گفته او همین بود آقای شهوزی یا اشتباه دارم؟ نه اشتباه داریم. ما گوشیم اون زمان زبان خداوند زبان من جوش. نه این نیست. نه بله برخشید. میگه او نه او از جنس تو نیست. چون تو گوشی او زبان، چون تو گوشی او زبان نیم جنس تو. گوش ها را حق بفرمود انستو. بله همین کافیه. خیلی ممنون فرید خانم، عالی. انشالله عالی عالی. سلامت باشید. خدا حافظ شما. خب دیگه مردم ببینید دارن میخونن و پیتار بلدن. آفرین. الو بفرمایید. سلام علیکم. اوزمتون برم خسته نباشیم. خدا قربت. گوشی صبح نتونم مادر باتون صحبت کنم. خواهش میکنم. سلام عرض میکنم جناب آقای شهبازی. بله سلام، خواهش میکنم بفرم. همین هستم از آریزونای آمریکا. بله بله خواهش میکنم بفرمایید. جنب تشکر از زحمات دیدهی و شبان روزی شما به اجرای صدو نه برنامه بسیار مفید انسان ساز شما که مال و جان و عمر خود را در این راه گنج روزی صرف کردهاید با زبان تشکر نتوان کرد. از شما با خداست. از نفسی که پر میرود امید به حیات، از تو چون برمیگردد نفر رضا. پس در هر نفس تو نعمت موجود، بر هر نعمت شکری واجب. از دست زبانه که براید که از افته شکرش بده آید. قبل از مرگ خدر این لحظات عمر زندگی را بدانید، قبل از دویی خدر جوانی یا
قبل از نوزی قبل سلامتی یا و از همه مهمتر قبل این لحظات گرانبه های گنجی حضور را اشتیاقی به دیدار تو دارد دل من دل من داند و من دانم دارد دل من در بز بریزی به را در کوزهی جمع گنجد قسمت یک روزهی چه خوش از صورت قرآن ز تو در رو شنیدن رخ یا خوب یار دیدن سخن خدا شنیدن همچه آینه شو خاموش و گویا تو اگر همه دل گردی بر گفت زبان نسیزی در عشق عالم را من زیر رو در عشق عالم را من زیر رو کردم مرا غیر تماشای جمالت مبادا در دو عالم کار دیگر دید عشق مسیح آدم از مشیخ لیک که چون در تو نبیند که را دوا کند گل چی بود گل توی ناطق امر کل توی در دیگه ای ندان و دب شون منی بدانمت چون شاگردان عشق ای زرید در گشاده دل چی عشق آساد باش در کجا در دیده با آنجا رود در کجا تقریس نبا آنجا رود آب کنجی تشنگی آور به دست تا بجوشد آب از بالا و پس کار مرا چو کند کار دیگر چرا کنم چون کشنیدم و چشنیدم از لبش داد و شکر چرا کنم ایمن تو هر دو توی یا جان منی یا آن منی یا باقی در خواهی بفروزی همچنون هستی همچنون شبه خود را بسوز چیز تاهی به خدا آموختن پیش را پیش واحد سوختن خیلی ممنون متشکرم عالی 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 شما ببخشید میپرسم شما چند سالتونه؟ من 87 ساله 87 ماشاءالله ماشاءالله آفرین به 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 یعنی علاقه دارم به مولانا یا همش میخونم آفرین یعنی دستم میلرزه نمیتونم بنویسم آفرین در دیوار همه نوشتم دیدم از اینا هر لحظه نگاه میکنم هر اینسو میخونم آفرین این بیته ها حال شما رو خوب در سطح بالا نه خوب متوسط در 87 سالگی در نزدیک 90 سالگی خب حال آدم ممکنه فوراً به وسیله محیط به هم بخوره شما این شعرها رو میخونید حالتون رو عالی نگه می‌دارید آفرین بر شما انشالله همه بخونند بزرگترین لطفی که خداوند به ما کرد این بود که این ابیات پخش شد لطف ایشون بود که این ابیات بین فارسی زبان‌ها پخش شد که واقعا هر بیتی کد وقتی زیاد می‌خونی باز میشه و انرژیشو در شما خالی می‌کنه و شما حالتون خوب میشه در سنین بالا واقعا دیو ممکنه حمله کنه ما رو واقعا ما اذیت کنه زیر پاش له کنه این بیت ها و یه مقدار ورزش اگر کسی تنش سالمه میتونه حال ما رو در سطح عالی خوب نگه داره آفرین بر شما انشاءالله از شما التماس را دارم سلامتی باشه که من بتونم عمل کنم شما باید برای ما دعا کنی خانم چی التماس دعا دارم شما باید برای من واقعا التماس دعا دارم من از شما بله خورمان شما ممنونم ممنونم آفرین با تون خداحافظی میکنم و یک کاری دیگه نداری خواهش میکنم خداحافظ خداحافظ خدا نگه بله بفرمایید سلام سلام خواهش میکنم من تلویزیون رو خاموش کنم مهناز هستم از کودش لرستان بله مهناز خانم حالتون خوبه؟ سلامت باشین سلامت باشین الهی شکر استاد اگه خوب نباشین دیگه ناشکریه واقعا همینطوره واقعا همینطوره شما این بیتم بخونید که ما دیگه عاشق حال من ذهنی نیستیم درسته شما که نیستین عاشق حالی نه عاشق در منی بر امید حال بر منی آفرین آفرین به امید حال من ذهنی نیست انشالله که افتاد تو خودمون کار کنیم این بیت خودش رو نشون بده کامل وگرنه واقعا اینگار عاشق من ذهنی هستیم حالا
ولی خب متعهدانه ابیات رو میخونیم و به صحبت های شما گوش میدیم که انشاءالله بتونیم عاشق زندگی بشیم، به صورت زندگی، به زندگی وصل بشیم. ممنونم، بفرمایید. با اجازتون خواهش میکنم. تعهد. آیا غزل هر برنامه را هزار بار میخوانم؟ آیا برنامه جدید را حداقل روزی یک بار میبینم و نکته برداری میکنم؟ آیا قدردان بودن در این مسیر و این برنامه هستم؟ آیا منظور اصلی من تبدیل است؟ اگر استاد میگویند به کرات ابیات را تکرار کنید، آیا این کار را میکنم؟ آیا قانون جبران را رعایت میکنم؟ آیا تسلیم و رضا هستم؟ آیا ناظر بر اتفاقات هستم؟ آیا درد هوشیارانه میکشم؟ آیا غم من غم دین یعنی فضاگشایی است؟ آیا مراقبم دیگران جنس هوشیاری من را تعیین نکنند؟ آیا ذکر ابیات از سر زبان من نمیافتد؟ آیا ملامت، زرنجش و توجه خواستن و خودنمایی را کنار گذاشتم؟ آیا روزی هزار بار به خودم میگویم که من فقط فضاگشایی بلدم و چیز دیگری بلد نیستم؟ آیا همه همانیدگی ها را فدای زندگی کرده و میکنم؟ آیا حواسم هست که من مهمان هستم و زندگی صاحب خانه است؟ آیا روزی هزار بار به خودم تأکید میکنم که منظور و مقصود اصلی من زنده شدن به بی‌نهایت و ابدیت خداوند است؟ یعنی استاد ما اگه فکر کنیم کار دیگه جز تکرار ابیات و دیدن برنامه ها داریم، سخت در اشتباهیم. یعنی هر کار دیگه که ما به صورت ذهنی داریم همشون در حاشیه است. ما اگه غذا درست میکنیم، اگه ورزش میکنیم، اگه سر کار میدیم، اینا در کنار کار روی خود تکرار ابیات و برنامه ها باشه انشالله. تک مصرع‌های مراقب بودونه. کار مرا چو او کند کار دگر چرا کنم؟ در هیچ آدمی من نگر خار ای کیا، ماه درست را ببین، زکس چیزی مخوا، مرده باید بود پیش حکم حق، چون آب باش و بیگره، کرده حق ناموس را صد من حدید، باطن او جد جد، ظاهر او بازی، از مسبب میرسد هر خیر و شر، در نگر در شرح دل در اندرون، شیرین چو شکر تو باش شاکر، دم به دم بر او میدار امید، چون غفور است و رحیم این ترس چیست؟ صدر را بگذار، صدر توست را، عاشق صنع خدا بافر بود، لا علم لنا، شکر چکمی، شکایت چرا، شاید تسلیم است نکار دراز، جز که تسلیم و رضا کوچاره ای، طالب است و غالب است آن که ازا، صبر و خاموشی جذوب رحمت است، چون راه رفتنی توقف هلاکت است، در آن بحرید که این عالم کف اوست، کار او کن فیکون است نه موقوف علت، با سلیمان باش دیوان را مشو، دید روی جستو شد قله گلو. بکنم وقتم تموم شد. واقعا آفرین. بله آفرین آفرین آفرین. این میبینین که به زبان سون و از طریق بینندگان مختلف عاشق مثل شما گفته میشه چقدر متفاوت و شیرین و گویاست. بله آفرین 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 به شما. استاد من صبح که از خواب بیدار میشم خیلی زود سعی میکنم بیدار شم، یه 570 تا بیت از برنامه ها جمع آوری کردم، اول اونا رو میخونم، بعد یه سری قرارداد و اصول و اینا رو میخونم و بعد شروع میکنم از برنامه 1004 به بعد همه ابیات رو شروع میکنم به خوندن. این خیلی داره به من کمک میکنه استاد، چون من خیلی درد دارم، پر از درد هستم و خیلی هوشیاری رو بالا نگه میداره. انشالله که به حرفتون گوش بدیم و تکرار کنیم و این راه رو ادامه بدیم. یعنی این راه فقط باید ادامه بدیم. آفرین، چقدر خردمندی شما خانم.
در برنامه های 1004, 1005, 1006, 1007, 1008 و الان هم که 1009 در اینها ما ابیات ابیاتی رو گفتیم. شما اینا رو تکرار کنید, اینا بهترین ابیات مولانا هستن. شما خردمندین, دارین این کار رو میکنید. همین ابیات رو پرینت بگیرند و بخونند, اینقدر بخونند که ما گفتیم هزار بار بخونید. هزار بار گفتیم به عنوان نمادگونه, واقعا گفتیم مردم میان چونه میزنن میگیم هزار, حالا نه 500 بار 400 بار بخونید, ولی مردم نیومدن چونه بزنن. فکر کنم هزار بار رو میخونم واقعا یا اصلا نمیخونن چونه که اصلا نمیزنن. ما کنیم برر کردیم به خدا, واقعا همینطوره. کار دیگه نداریم استاد, کار دیگه نداریم به خدا. اونایی که بخونند, اونایی که میخونند خواهند دید که این بیت ها در درونشون به قول مولانا به اهتزاز در میاد. این بیت ها بیت های دیگه رو بیدار میکنند. شما میبینید بیت ها شبیه خودشون رو که جنس خودشون هستن پیدا میکنند و اینها رو به جنبش در میارند و حال شما رو در جهت عالی بودن بالا میبرند. در نمیگم بهتر بودن, عالی میکنند که اصلا اتفاقات نمیتونن حال شما رو به هم بزنن. مردم همین شعر شما خوندین یا عاشق حالی نه عاشق بر منی, بر امید حال بر من میتنی, نه زبان خداوند میگه, میگه خداوند میگه من تربم در تربم, من اصلا برای تو ای انسان قصه نیافریدم. قصه ها رو تو با گذاشتن چیزها در مرکزت, با حرف های درونی که برای خودت میزنی جلوی سن من رو میگیری, جلوی تربندر ترب من رو میگیری, برای خودت بدحالی درست میکنی. حالا من ذهنی درست کردی, هزار جور فکر میکنی یه حال من ذهنی تو خوب کنی. حال من ذهنی خوب نمیشه, بی خودی زحمت نکش, عاشق من باش, منو بذار در مرکزش. طرب جاودانه هستم, سن هستم, هر لحظه فکر جدید میدم به تو. بله خیلی خوب. مقتضای عشقم بگین. برنامه گفتیم که وقتی از کسی توقع داریم داریم بهش میگیم بفرما بیا به من درد بده. هر جمله که میگیم داره به تک تک ما کمک میکنه. ممنونیم ازتون. ما اگه توقع داشته باشیم فقط انتظار درد داریم. من اصلا نمیتونه دقیقا این جنبه شماست, نمیتونه حالش خوب بشه, از امکان نداره. اینو گفته که این نصیحت هم فایده نداره. شما ما به نشویم از نصیحت, بگین شما چون گمره اسران بهینیم. بله آن بهینیم ما, نه نصیحت نصیحت نه اضافه کردن چیزا به ما, نه اون چیز که میخواهیم به دست بیاریم حال ما رو خوب نمیکنه. حال من ذهنی ما خوب نمیشه به این دلیل که باید اون بیاد مرکز ما, باید خود زندگی خود خداوند بیاد مرکز ما. شما میخواییم با آوردن چیزهای بیشتر یا مختلف یا بهتر گرانتر به مرکزتون یا آدمهای بهتر حالتون رو خوب کنید, حالتون بدتر میشه. امکان نداره همچه چیزی. در نتیجه میگه از زبان خداوند تو عاشق حال من ذهنی خودت هستی, نه عاشق بر منی, عاشق بر من نیستی. اگه عاشق بر من بودی مقتضای عشق چیه خانم؟ بگین عشق چی را اقتضا میکنه؟ کورم از غیر خدا. قطع شد قطع شد. کورم از غیر خدا بینا بدو, مقتضای عشق این باشد بگو. باید کور باشین به غیر از خدا. غیر از فضاگوشایی ما چیز دیگه بلد نیستیم. اگر فضا بندی میکنید, مقاومت نشون میدید, قضاوت میکنید, خب من ذهنیتون داره کار میکنه, حالتون داره بدتر میشه, به خودتون لطمه میزنید. بفرمایید. الو. بفرمایید. سلام, خسته نباشین آقای شهبازی, خسته نباشین. ممنونم. بفرمایید, خواهش میکنم. تو چو عزم دین کنی با اجتهاد, دید دان کرد برزند اندر نهاد. تا
که مرا زان سو بیاندیشه قوی که اسیر رنج و دردیشی شوی، بی نوا گردی به یاران بابری، خار گردی و پشیمانی خوری، تو ز بیم بانک آن دیو لعین وا بریدی در ضلالت از یقین. آره وا بری بخونید بهتره خانم. وا بری وا بری دست شما در نخواهید. بعد می گفتم یه مطلبی در باره خاموشی و انصتو بفرمایید. اصلا الفای گنج حضور با خاموشی و انصتو، من از انصتو و این خاموشی و سکوت خیلی معجزه دیدم آقای شهبازی. پروردگارا هزاران شکر با نعره های خاموشی و طربسازی مولانای جان از خواب ذهن بیدارم کردی و یاد گرفتم که یک هوشیاری بیشتر نیست، هیچ چیزی مانند سکوت خاموشی شبیه زندگی نیست. اگرچه در فضای یک سایی عدم ذره و چون قطره‌ای بنده شدم، صد دولت عبد و جاودانگی نصیبم می شود. انستو بپیر تا بر جان تو، آید از جانان جزای انستو. آفرین. چون تو گوشی او زبان نی جنس تو، گوش ها را حق بفرمون انستو. آفرین. چه چیزی جذب کننده شدید رحمت خداونده؟ خاموشی و انستو هستش. و خاموشی و چی؟ شعر داره، بیت داره. انستو. صبر و خاموشی؟ بله، صبر و خاموشی جذب رحمت است، بین نشان جستن نشان علت است. صبر و خاموشی، صبر و خاموشی بله. یعنی بله، صبر و سکوت، تمرکز رو خود و صبر، این جذب کننده بسیار شدید رحمت خداونده. غیر از صبر و خاموشی چیزی دیگه‌ای رحمت خداوند رو جذب نمی‌کنه. صبر و خاموشی جذوب رحمت است و بقیه‌اش وین نشان. صبر و خاموشی جذوب رحمت است، وین نشان جستن نشان علت است. آفرین. یعنی اینکه هر لحظه یک نشان، یه چیز ذهنی رو میاری مرکزت، این نشان دهنده مریضی توست. شما مرض من ذهنی داری. بله 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 بفرمایید. چیزی دیگه می‌خواستی بگی؟ خدا به هزار مرتبه شد. از این خاموشی و انصتو خیلی من چیزی به علاقه گنج حضور خیلی من بهره بردم، خیلی به من کمک کرد انصتو و سکوت در چالش‌ها به انسانیتی قرار گرفتم، خیلی از بلا من نجات داد. آفرین. و زنان فاطمه هستم از مازندران. خانم فاطمه خیلی ممنون. دیگه باتون مازندران هستم. بله ممنونم. باتون خداحافظی کنم. اگه هر صحبت دیگه دستشون رو در نخونه بسیار تشکر میکنم. خواهش میکنم. خدا خداحافظ. بفرمایید. الو. بفرمایید. خواهش میکنم. الو. بفرمایید. خانم تلویزیونتون رو خاموش کنید بی زحمت. سلام. یک کمی بلندتر. بله شما از کجا زنگ میزنید؟ ببخشید من از شیراز میگم خدمتتون. بله خواهش میکنم. خواهش میکنم. ببخشید. من از وقت میخوام زنگ بزنم، موقع زنگ زدن میگیرم ولی هیچوقت. آفرین. از گفتم خدایا شکرت، من این دفعه کمک میکن که بگیره با آقای شهبازی صحبت کنم. چند ساله که صحبت نکردم، اصلا زنگ نزدم. هر وقت زنگ زدم از حالات خودم رو به ناامیدی به خاطر من نمیگیره. خیلی خوب. نمیتونستم صحبت کنم. الان یه نفس عمیق بکشید صحبت کنید. آقای شهبازی خوشحالم از خدمت شما و بینندگان عزیز. سلام عرض میکنم. ازتون ممنونم، متشکرم که برنامه ها رو برای ما تصویر شد به شما میکنم. باز دوباره اونا تصویر میکنم، خیلی برای ما واقعا
خیلی کار میکنه. من اول شعبازی من این مشکل که دارم زود نامید میشم. وقتای درد میاد سراغ و چون از بچگی مشکل روی داشتم وقتای هم بهت نگاهی میکنم. ولی این مشکل روی که دارم صبا خیلی اذیت میکنه. هنوز هنوز تقریبا 8 سالم هست که برنامه تو گوش میکنم، شعرها رو میخونم، ولی صبا اصلا انرژی ندارم که نه تکرار کنم. من شعرها رو حفظ کردم، میخونم با خودم، ولی این در پسکانه در دلیم پر از افونت یکتری یا خرابی داره بشه. این اذیت میکنه منو، بازم صبر میکنم و امید نمیشه. آفرین. تکرار میکنم اون بیت های صبر و نومیدی که میگه صبر و نومیدی تو بلدین؟ بله بله. بخونید ببینیم. بله. صبر و نومیدی. خیلی بلدم. خب بخونید صبر و نومیدی دان آواز غول. بخونید. زن کنه و معصیت نومیدی را خدا گردن زبست. زن کنه و معصیت ساعت شده. صبر و نومیدی آواز چیه؟ نومیدی را به پیش نومیدی را به پیش اون ای تا به درد دیدوا بیرون جایی. الان استرس دارم یاد خیلی هم خیلی خوب هر روز. آفرین. میکنم زینم رایی شد یادم رسته ببخش اختیار داری؟ بعد اینا رو که میتونم خوبم آی شعبات فقط دردم زیادش دوست دارم خیلی بیشتر از اینو بخونم حفظ کنم شعرها رو، ولی متاسفانه تو روز یه سو روز انگار من خوبم که میکنم اینا رو تکرار میکنم خوبم. خیلی خوب. ولی نمیدونم واقعا چیکار کنم. الان خیلی خوشحالم. ولی صبح که شب که میخوام صبح پا میشم صبح خیلی انرژی اصلا سست و سست میشه. شما دکتر نمیخوایم بریم برای سینه تو میگین؟ بله بله. چرا بله بله چرا دکتر نمیرین؟ دکتر میرم آقای شعبازی. من از بچگی دکتر میرفتم. همش یعنی مثل ای از اینا که فرض میکنم به خاطر بیام دکتر میرم. تحت نظر دکتر هم هستم. خیلی. ولی دکتر میگه مسئولیتم خراب شده. دیگه نمیشه کاری کنه. خیلی. اصلاحات شدید میکنه. خب پس مواظب خودتون باشین دیگه. کاری دیگه ندارین اگه با تون خداحافظی کنم. نه بابا خواهش عالی بود. حلم نشدین. باید شعرات دارم دعا کنیم تا این شعر یا هر بشه بکنم بیشتر این شعرات خیلی عاشقانه. آفرین. شعرات رو تکرار کنید. اینا کمک میکنن. حالتون حال روحیتون بهتر بشه، هوشیاریتون بره بالا، فشار رو خودتون کم میاد. فشار نمیاد اصلا. شما فشار رو باید از روی خودتون، فشارهای من ذهنی رو باید از روی خودتون بردارین که این نفستون باز بشه. بله زیر نظر دکتر هم که هستین دیگه. ممنونه. 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 خیلی خیلی خوشحال شدم از همه از همه بینندگان اینکان از همه واقعا ممنونم متشکرم که هر لحظه هر ثانیه با ما هستم هر لحظه صداشون میشنویم. واقعا از شما ممنونم که این همه سال زحمت کشیدیم این همه سال متعهدانه خواهید یه برنامه هست که معنیم برنامه دارنو هست. تبریکم میگم بهتون انشاءالله که روز به روز موفق‌تر و کارآمدتر بشید و ما هم از حضورتون بهره ببریم. ممنونم. خواهش میکنم. ممنونم. ما زحمت کشیدیم ولی خوشبختانه شما هم توجه کردیم. به لطف خداوند مورد توجه شما قرار گرفت. این بیت‌ها رو الان میخونیم برای خودتون. هر بیتی که میخونید تکرار میکنید هر دفعه که این کار رو میکنید روی شما تأثیر مثبت داره. وضع شما رو بهتر میکنه. جلوی منفی گرایی و تخریب من ذهنی رو میگیره.
اجازه نمیدین که من ذهنیتون حرف بزنه، فکر کنه و شما عمل مخرب انجام بدین. هر موقع این بیت، هر چی میتونید این بیت ها رو بخونید، بعدم میبینیم بیت ها کد بوده، هی باز میشه، باز میشه. شما هزارمین بار میبینید بیت رو الان بهتر میفهمید. باز هم تکرار کنید، خواهید دید که این بیت فقط اون نبوده که اول دیدید، یه چیزهای دیگه هم داشته شما ندیدید. ممنونم، خداحافظی میکنم با تون. بله بله بله. والا کشید اون ندا میدون که از بالا رسید، هر ندایی که برانت را برد وانگ زرگیدون که اون مردم برد. آفرین هر آفرین آفرین هر ندایی که تو را حرسا برد. ممنونم، خدا حافظ شما. بله، هر ندایی که تو را حرسا برد وانگ گرگیدون که اون مردم درد. گنج حضور.